با سلامی دوباره به شما بینندگان عزیز، همونطور که در ساعت اول شاهد بودید، مهمون گرانقدرمون آقای شهریار قنبری مهمان این هفته برنامه تاک شو هستن که گفتگومون رو با آقای قنبری پی میگیریم. آقای شهریار قنبری، شما یکی از در خارج از کشور با محدودیت هایی که بر سر راه شما بود و هست، یکی از زیباترین سریال های تلویزیونی رو برای چند شبکه تلویزیونی کارگردانی کردید، نویسندگی کردید و خودتون هم حضور داشتید. خب طبیعتاً این سالها به خاطر همون مسئله اقتصادی که شما اشاره فرمودید عملی نیست، ولی به هر حال تاریخ تلویزیون خارج از کشور یکی از بهترین کارهای چندین کار بسیار زیبای شما رو شاهد بوده. آیا از حیث کنجکاوی، آیا از حیث علاقه، از حیث ببینم چه خبره، آیا چشماندازی به سریال هایی که در ایران پخش میشه از شبکه های متعدد تلویزیونی و حتی شبکه خانگی، آیا کنجکاوی کردید یا خیر؟ بله کنجکاوی کردن، باز دوباره ببرید به اون سمتی که باید مقایسه کنم دیگه. من نبرید به اون سمت، برای اینکه با توضیحاتی که دادم کاملا روشنه که نظر من در رابطه با فراورده های هنری از چه قراره. من با یک متر روبرو هستم، یک متری به نام استاندارد جهانی. یعنی اینکه سریال تلویزیونی معلومه، سریال خوب چه نوع سریالی و سریال ضعیف چه نوع سریالی، ترانه همینطور، فیلم سینمایی همینطور. بنابراین اینها رو هم تا اونجا که میتونستم دیدم. دوباره برمیگردم به این نکته مهم که شما نمیتونید درون یک تنگ، درون یک تنگ بلور به دریا بپیوندید. میتونید رویای دریا رو داشته باشید، ولی نمیتونید اهل دریا باشید، چون حقیقتتون چیز دیگری است. حقیقتتون این است که شما داخل یک تنگ دارید دست و پا میزنید، به همین سادگی. اما این معنیش این نیستش که هر کسی که داره کار میکنه نباید کار بکنه یا کار بدی میکنه. نه، این یک گناه کلکتیو، شاید اگه بشه گناه گذاشت، که باز دوباره همون کار نکردن دیگه، یعنی سطح سلیقه رو بالا نبردن. مردم هم گناهی ندارن، مردم میخوان چند ساعت از مصیبت روزانه دور بشن. بنابراین اگر مشکلی هست برمیگرده به اونجایی که کار داره تولید میشه. پیش از انقلاب بیاد دارید که سطح کارا کجا بود دیگه. ما در کانال دوم تلویزیون ملی ایران مروری بر مثلا آثار اینگمار برگمن داشتیم. بله. یعنی که نمیدونم مثلا در آینده بعید اصلا میشه چون این کاری رو تکرار کرد یا نه. یعنی میخوام بگم که ما گذشته دیگری داشتیم که اون گذشته باید ما رو میرسون به جاهای بازتر، به جاهای زیباتر. ما باید داناتر میشدیم، ما باید خوش‌سلیقه‌تر میشدیم. چرا نشدیم؟ خب چراش دیگه روشنه دیگه، که نمیخوایم برگردیم و ذکر مصیبت بکنیم. اما به ویژه در زمینه هنری شما باید با خبر باشید، باید بدونید که پیش از شما چه اتفاقی افتاده، سریال خوب چه نوع سریالیه، فیلم خوب چه نوع فیلمیه، با اینکه بتونید به یک جمع‌بندی شخصی برسید. به هر حال ما انسان‌ها چند ساعت در روز کار میکنیم. حالا بعضیا کارشون رو دوست دارن، بعضیا کارشون رو دوست ندارن،
ولی کار میکنیم بعد میایم خونه. حالا این دیگه انتخاب شخصیه دیگه، که وقتی که آمدیم به خانه که میدونم خسته ایم همه اینا، بشینیم این مسابقه بیهوده و بیمیوه رو تماشا کنیم، یا اینکه یک ساعت وقت بگذاریم یک کتاب تازه بخونیم، یک کتاب خوب ورق بزنیم، یه فیلم خوب پیدا کنیم و ببینیم، دو قطعه موسیقی خوب بشنویم، به همین سادگی دیگه داستان. یا میتونیم این کارا رو نکنیم. اگه این کارا رو نکنیم سطح سلیقه همون جایی خواهد مون که بوده دیگه. یعنی ما آدم ها فقط به فقط مسئولیت آموزیمون تا سال آخره نمیدونم دبیرستان و دانشگاه تمام نمیشه که. و این اون نکته‌ایه که ما معمولاً بهش توجه نمی‌کنیم. یعنی فکر می‌کنیم چون دو ورقه گرفتیم از کسی، از دانشگاهی، از جایی، حالا یا به شکل غیرقانونی یا به شکل قانونی، دیگه کافیه، دیگه ما همه چیز بلدیم دیگه. نه. اصلا نیاز نیست که چیزی یاد بگیریم، ولی ما تا آخرین لحظه باید یاد بگیریم. همین. آقای قبلی عزیز، عرض کنم حضورتون، حالی که صحبت سریال شد و اشاره کردید که بله من خب باز یه سوال دیگه بگید، باز بگید عقیده شما در باره مصابه. نه 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 نه، خب من میخواستم میخواد شما رو دور کنم که انرژی مثبت به مردم. نه خب آقای خب ببینید، شما به هر حال عرض کردم با تمام محدودیت هایی که داشتید در خارج از کشور چند سریال زیبا واقعا زیبا شما ساختید با تمام اون محدودیت های اقتصادی. خب این واقعا برای اینکه فکر شده بود، برای اینکه جدی گرفته شده بود، به همین سادگی، بدون اینکه هیچ امکاناتی هم داشته باشیم دیگه. نه پس اینجوری که شما اشاره می‌فرمایید، من نمیتونم نظر شما رو راجع به آقای حسن فتحی و سریال شهرزاد بپرسم. نه خواهش میکنم نپرسید. یعنی نمی‌دونم چه کاری می‌کنید. می‌دونم می‌خواید برنامه جنجالی درست کنید. خیلی خوب باشه. شهرزاد بپرسید. خب میشه از شما خواهش کنم که یه شعر محبت کنید بیننده های ما شنونده های ما مهمان کنید؟ این کار بهتریه. خیلی ممنون. چی بخونم؟ حال رفتیم تر یکی از کارهای آقای شهر قنبری رو در ارتباط با یکی از شعرهاشون، ترانه‌هاشون بشنویم با صدای زیبای خودشون. و ضمن این که دیگه نمیتونیم در رابطه باید برگردیم با آقای هیراد اینا دیگه، این راستایی شما شما آقا بدون بها شخصیتی هستید که واقعا حرف دل جامعه رو میزنید. ببینید شما دارین میگین جامعه برای خودش هنوز اون پیشرفت لازمه رو نکرده، افکار در یک جا توقف کرد. خب بعد یه کسی باید باشه. من اگر یه فرد بفهمم دوچار یک ناراحتی جسمی شدم، خب باید برم پیش پزشک. خب بنابراین این نقطه نظرهای شما، این حرفهای شما خریدار هم داره آقای قمری. نمیشه اونجا شک نکنید. اول من میخوام همینجا یه اشاره مهم داشته باشم و اون این است که تاثیر آقای قنبری، آقای ببخشید میفهمیدید، اشاره مهم این است که من وقتی میگم ما، نه اینکه ما هممون اینجوری هستیم که طبیعتاً بخش فرهیخته‌ای داره ایران، بخش مثبتی داره ایران، پر از استعداد، پر از میوه است. یعنی اون بخش رو که نه انکار میکنیم و نه بهش بی احترامی میکنیم، اون سر جاشه. حرف من اینه که چرا اون بخش رو نشون نمیدیم؟ چرا فقط اون بخش غیر
مسئول و غیر فرهیخته نمیدونم اون بخش در خواب رو چرا فقط حمایت میکنیم؟ من نمیفهم اینو واقعا. میدونم که آقای نمیدونم چوچی پژو حق داره که کنسرت های جهانی بذاره، خب امکانش رو داره، خب خوشبحالش، ولی بالاخره طرف دیگه هم هست دیگه. چرا ما به اون طرف دیگه توجه نمی کنیم؟ چون امکانش نداره، چون پول نداره، نمیدونم چرا، ولی آخه بالاخره یه گوشه هم باید به اون بپردازیم دیگه. درسته، بله، ولی این کارو نمی کنیم. بنابراین من میخوام دوباره تاکید کنم، من کلی حرف نمی زنم، میگم که آقا اصلا همه اینایی که شما میگید همه محشره. اون آقای نمیدونم چند میلیونی، اون یکی هم، همه اینا من اینا بزرگترین آرتیست های ایران هم. آله خیلی خوب، ولی چرا به آرتیست های کوچیک توجه نمی کنیم؟ چون از میان اون کوچیک ها قول های آینده سر بزنه. و همین سالیگی خب حالا تمام من، تمام یا تمام من با تو تمام می شود. آخر بینام و نشان صاحب تمام، نه تمام، نه که جام ناتمام لب ریختم، تمام نه، تمام نه که ناتمامی از تو آویختم. تمام من به نام تو شعر دوباره می شود. بنده سکوت کهنم چهار پاره می شود. در این حریر خانگی روی ترانه شستم، تمام خون من شبی پر از ستاره می شود. تمام ناتمام من با تو تمام می شود. شاعر بی نامشان نام می شود. از تو بر این ترانه ها نور ستاره می چکد، بر این بلند بی صدا غزل دوباره می چکد. چکه کن ای ابرک من مثل ستاره بر زمین، طلوع میلاد مرا در شب بی سحر ببین. تمام ناتمام من تو تمام می شود. شاعر بی نام و نشان می شود. خب این کار مال 1985 که ترانم شده، این با صدای آقای داریوش اقبالی و موسیقی زیبای عبدیجان یمینی که در داور چند سال پیش در آسمان از دست دادیم و ندیدم کسی جایی بهش اشاره بکنه. یعنی این که ما حافظه نداریم برای من شگفت انگیزه. شما از جای شنیدید دیدید که مثلا کسی از عبدی یمینی یاد بکنه؟ به ندرت، به ندرت. آخه چرا اینجوریه؟ مگه میشه آخه یک سرزمین بی حافظه؟ چگونه است؟ همون بی بی سی هایی که میگم به عبدی یمینی کاری ندارم، به باروژان کاری ندارم. حالا ما معصی خصوص هست، باید آگهی داشته باشید اینا، یعنی به هر حال روشنه، ولی رسانه هایی که بود جای دولتی برن نمیتونن سالی بار پارو نشان کنن، نمیشن چیزی. آقای وحید خان، من یکی از اجراهای آقای قنبری با زنده یاد عبدی یمینی هست، اگر اونو محبت کنید پخش کنین تو ویدیوها. من دیدم که محبت کرده بودن، آقای شهریار قنبری فرستاده بودن. بله بله، با چه مکافاتی؟ بله بله، عبارت است سرش. در کجا گرفته بودید آقای قنبری؟ اون در استودیوی هیت سیتی. هیت سیتی که نورت هالیوود بود. بله بله، نورت. آقای وحید خان خواهش بود. Thank you.
بسیار زیبا، چقدر تنظیم زیبایی بود. روح شاد، روح شاد. جان یمینی، عبدی بزرگ، عبدی یمینی. من یاد کارهای واروژان انداخت، زنده یاد واروژان، آقای قنبلی عزیز. واروژان رو خیلی دوست می‌داشت. بله. یکی از راحت‌ترین هنرمندان است که من در عمرم باش کار کردم و هنرمند مورد علاقه. سخاوتمند بود، یه سعادت نمیشناخت، مدام از زیبایی های واروژان حرف میزد، عاشق ملودی های پرویز مقصدی بود. یعنی غیر ممکن بود که یک آرتیست درست ایرانی رو مطرح بکنی با او و او نظر منفی داشته باشه یا بگه که من خوشم نمیاد چون فلان روز به من دیر جواب داده. یک انسان کاملا حرفه‌ای و درجه یک، انسان دانا و زیبا. و بعد حال ما که اونو نداریم. خب میتونم خواهش کنم که مجدداً یکی دیگر از ترانه‌هاتون، یکی از اشعارتون رو برای بینندگان عزیز ما لطف کنید. من اجازه بدید همینجا من سوء استفاده بکنم و بگم فردا شب من در شهر فرشتگان شما. بله اون بله بله صحبتش خواهم کرد همکنون بعد از شعر شما. عالی. بنابراین دوستانی که میخوان یک کمی به صحنه‌های کوچولوتر هم توجه بکنن میتونن از این فرصت استفاده بکنن. حتما در موردش صحبت میکنیم. حتما. یکی از همون کارها رو بذارید از کاری که با خود عبدی جان داشتم مثلا بخونم. من یکی از آلبوم‌های مورد علاقه خودم که سفرنامه است با عبدی کار کردم میگه. بله بله. تنظیم سفرنامه، تمام آلبوم کار عبدی است. اما جدا از این خیلی کار با هم داریم. آلبوم امانزه با صدای داریوش که همه کار موسیقی کار از عبدی اونجا و تنظیم. و بعد چند تا کار با منصور داریم. بله. کارش فرفرهای بیباد و ساعت عاشق شدن و و و کار با نوشافرین داریم. یعنی در همون فرصت کم ما با هم خیلی کار کردیم. بله. حالا یکی از اون کارها رو به یاد عبدی جان بخونیم. اسمش از اکسیژن. بله. ما شدت بهش نیاز داریم. آهنگ و تنظیم از عبدی جان، شعر از من، صدا نوشافرینه. بله بله. نقطه 94. روز اول سایه بودی خیلی کچه پشتشم شاد پشت خواب سبز لادن یه جایی بین دو میلاد. روز دوم نامه بودی، نامه ای از جنس پولک، عطر سرخ لاله بودی، سیب نازک، سیب قندک. چه روزایی، خالی از بغض حسادت، چه هوایی، پر اکسیژن عادت. چه شبایی، همه دلتنگ سپیده، چه صدایی، پر نوت‌های کشیده. روز سوم روز بازی، گل یا پوچ و سنگ و شیشه، خنده تو ترد و تازه، ترس من ترس همیشه. روز چهارم خط خطی شد دفتر مشق سپیده، دستای جوهری مونم تو نگو به گل رسیده. روز پنجم روز بوسه،
فصل تا ستاره رفتن، با نگاهی مات و خوشبو جای آهات و شمردن. ششمین روز من و تو، روز خلق این ترانه، انفجار رود و جنگل، انفجاری عاشقانه. اینم از اکسیژن. فرمودید که فردا شب شما مهمان لس آنجلس هستید. بله، تشمیرید در اون، تا اونجایی که من اشتباه نکرده باشم در فیسبوک این اطلاعیه رو من دیدم که در فردا شب در رستوران شعله شما شب شعرخوانی دارید. در شب شعرخوانی بعد... فقط شعرخوانی نیست، شب شعر و ترانه است. بله، شب شعر و ترانه است. شب ترانه کرد و عرض کنم که در رستوران شعله سانتا مونیکا، فراموش نشه، در رستوران شعله که هفته چند بار خوانندگان صاحب نام رو دعوت میکنن اونجا برنامه دارن دیگه. همین امشب مثل که آقای ستار اونجا برنامه داره. بله، من جاهامو عوض کنم که حرف این است که ترانه نوین رو ببریم به جایی که مردم هستند و عادت ندارد جایی به خصوص ترانه نوین رو بشنوند. بنابراین از شمال کالیفرنیا بگیرید تا شرق، تا اینجا، تا اورنج کاونتی، من کوشش میکنم با در نظر گرفتن شرایط جامعه این شب ترانه ها رو ببرم به دل مردم، ببرم پیش مردم، جایی که انتظار ندارن اون رو ببینن یا بشنون. اینه که فردا شب در شهر فرشتگان خواهم بود. یک شماره تلفنی هم هست، 744-2045، پیش شماره 310 هم میتونن تماس بگیرن و فردا شب با ما باشن. 310-444-2045. پس بنابراین فردا شب آقای قنبری عزیز رو ما در لس آنجلس خواهیم داشت در شب ترانه، شب ترانه شهریار بله شهریار درجه یک با چند نوازنده درجه یک. به به، این داشت شبی پر از ترانه و شعر. بسیار عالی. خب آقای قنبری اجازه بدین یه موزیک ویدیو از شما پخش کنیم، برمیگردیم صحبتمون رو با شما ادامه خواهیم داد. بله، فکر میکنم ساز خوش صدا منم، رقص یک پر در هوا، رقص واژه ها منم. دستمو بگیر، دستمو
دستم رو بگیر، دستم رو بگیر، دستم رو بگیر. صبح جمعه سینما، سینما رادیو سیتی، جای رنگ پریده، فرصتی از جنس خواب، سفر پیاده رو، سایه های پشه بند، بهترین من و تو. دستم رو بگیر، دستم رو بگیر، دستم رو بگیر. بله، دوران نوجوانی آقای شهریار قنبری رو دیدیم. این ویدیوها رو پدر میگرفتن؟ اعضای خانواده میگرفتن؟ پدر و خودم. بله، که نبود اون موقع. موقع ما دوربین 8 میلیمتری داشتیم. منم از همون کودکی، یعنی از وقتی که دیگه میتونستم عکس خوب و بد رو از هم تمیز بدم، عاشق فیلم برداری و این چیزا بودم دیگه، عاشق سینما بودم. بنابراین بخشش رو خودم میگرفتم، اون جایی که خودم هستم پدر میگرفتن. و این همین هایی رو که الان شما میبینید رو من با عملیات، یعنی با پشت سر گذاشتن عملیات عجیب غریب صاحب شدم. یعنی اینجوری که نبوده که مثلا همه رو، همه زندگی تو بریزی توی چمدون بعد به خودت ببری. که من در همه این سالها یکی از کارهای مهم زندگیم این بوده که عکسامو پیدا کنم از تای زیرزمین های گوناگون و بیارم اینجا، نوارهامو بیارم، نمیدونم ویدیوهامو بیارم، اینجوری دیگه. یعنی چند دهه طول کشید تا من صاحب آرشیو خودم بشم. بله. و این همه به لطف انقلاب باشکوه دیگه. بسیار عالی. عرض کنم که آقای قنبری، در این ویدیوهایی که شما خودتونم اشاره کردید که خودتونم صاحب کار بودین، خودتون فیلم برداری میکنین میکردید، یک پرواز هواپیما و فرودگاه خیلی در این ویدیوها به چشم می‌خوره. این دلیل به خصوصی داره، این بلند پرواز چه چیزی رو میتونه؟ دلیلش که من همیشه مسافر بودم. من از 15 سالگی که از ایران آمدم بیرون سفر رو تجربه کردم دیگه. مدام سفر کردم، مدام بیرون بودم و برگشتم باز. یعنی سفر همیشه با من بوده. این یکی. و دیگه این که من به عنوان یه آرتیست همیشه لحظه هام رو ثبت میکنم. یعنی لحظه هام میکوشم که هنر رو بسازم، خلق کنم. حالا یه قصه کوچیکه، یه نمایش رادیویی یا یک ترانه است یا یک شعر بلند، فرقی نمیکنه. کوششم این است که لحظه‌م رو جایی ثبت کنم. حالا اون لحظه هایی که میبینید خود لحظه بوده دیگه، تو هواپیما، سفر برای من همیشه جذابیت داشت، چون کشف زنه ها تازه است دیگه، کشف آدم های تازه، کشف آنچه که تا به حال نمیشناختی. آقای قنبری، صحبت ناگفته ای مانده که من نپرسیده باشم از شما، یا شما خودتون بخواید موردی رو مطرح کنی؟ درباره برنامه‌های تلویزیونی در ایران. فرمودید، ببخشید. درباره برنامه‌های تلویزیونی. خیلی ممنونم، لطف کردید. درباره همه چیز پرسیدید و بله، لطف کردید. خواهش می‌کنم. از اینکه این فرصت پیش اومد، چون من خودم به شدت احساس دلتنگی میکنم که رابطه هفتگی رو دیگه با
همراهانم ندارم در ایران یا هر جای جهان. یه موقعی بود من برنامه رادیویی داشتم هر هفته، برنامه تلویزیونی داشتم و خب به لطف همه با هم و روزگار رادیوها که تعطیل شدن پشت هم و تلویزیون ها هم که به هر حال به مسیر دیگری رفتند و ما موندیم در بی‌رابطگی تصویری و صوتی با مردم. ولی امیدوارم که به زودی این غیبت برطرف بشه. یه مجموعه رادیویی دارم من با یکی از همین رسانه‌های صاحب نام که حالا چون هنوز آماده نیست ازش حرف نمیزنم، اما وقتی آماده شد که امیدوارم تا یکی دو ماه آینده باشه حتما باهاتون در میون خواهم گذاشت. یک مجموعه رادیویی است در رابطه با ترانه نوین در ایران و جهان. چقدر شنیدنی و برای اولین باره که اصولا رفتیم به این سمت و امیدوارم که هر زودتر آماده بشه و پخش بشه. به حال یک دنیا تشکر. یک بار دیگه در خاتمه برنامه اشاره میکنم که فردا شب آقای شهریار قنبری مهمان ما در لس آنجلس هستند در رستوران شیک، خیلی شیک، شعله در خیابان سانتا مونیکا، در خیابان سانتا مونیکا. و شماره تلفن رستوران شعله را میتونید از گوگل یا کد 818-908-0808 شرکت کتاب مرکز اطلاعات ایرانیان یا 55100 کد 818 پرسش کنید. با تشکر مجدد از آقای شهریار قمری که دعوت من را قبول کردن، تشکر فراوان از شما بینندگان عزیز که نظارگر برنامه بودید و سپاس از وحید عزیز، آقای وحید فیاضی کارگردان فنی برنامه. آقای قمری یک دنیا تشکر و با امید دیدارتون. خدا نگهدار. خداحافظ. لالا لالا دیگه بسه گل لاله، بهار سرخ امسال مثل هر ساله، هنوزم تیر و ترکش قلب و میشناسه، هنوز شب زیر سرب و چکمه میناله، نخوا بارون گله بیخار و بیکینه، نمیبینی نشسته گله تو سینه، آخه بارون که نیست رگبار باروته، سزای عاشقای کرد ما اینه، نترس از گله دشمن گله لادن سپیده رفتن و رفتن. نخوا بارون گل بادوم ناباور، گل دل نازک خسته گل پرپر، نگو باد ولایت پرپرت کرده، دلاور حد کشیدن رو بگیر از سر، دوباره قد بکش آج فباره، نگوین عبر بیبارو نمیذاره، مثل کرده دلاور نشکن از دشمن، ببین سر میشکنه تا وقتی سر داره، نزاشتن هم صدایی رو بلد باشیم، نزاشتن حتی با هم دیگه بد باشیم، کتابای سفید رو دوره می کردیم، که فکر شب کلاهی از نمت باشیم.